سلام و درود به همه دوستان عزیز. چه خبر بچه ها؟ خوبید؟ خیلی خوش اومدیم کانال خودتون و دامستون کل لژند یا افسانه قله. بچه ها یه فکر کنم امروز زمانش هسته که بریم سراغ پارت آخر کمپین ولد، و اگه بخوام یه خلاصه براتون تعریف کنم، تو پارت اول بازی بود که ما تصمیم گرفتیم با ولد به سرزمین پدریمون حمله کنیم، ولی متاسفانه بردار خیانتکارمون با سربازه عثمانی به سمتمون حمله ور شدن، ما رو به سمت ترانسیلوانیا فراری دادن. اونجا بود که من خودمون تونستیم یه پادشاهی بسازیم و قدرتمون رو بیشتر کنیم، ولی متاسفانه همسر ولد یعنی الیزابت افسر برادرش کشته شد. این خبر خوبی نبود. خبر که باعث شد ولد به مرز جنوب روسیه خودش رو دراکولا صدا کنه، شخصی که به کسی رحم نمی‌کرد، و بعد کلی درگیری، بعد کلی جنگیدن، امروز اینجا هستیم. به نظرتون دیگه زمانش نرسید از برادرمون انتقام بگیریم؟ بذارید بزنم داستان رو برامون تعریف کنه. با وجود یک درگیری دیگر برای رسیدن به قدرت، ولد دراکول قلعه خود را در ترانسیلوانیا مستحکم تر نمود و در آن از نیروهای مجار استفاده کرد. با برقراری امنیت در سرزمین جدیدش، توجه پرنس برای بار دیگر به والاکیا و برادر جوانش رادو معطوف شد که اکنون به نمایندگی از امپراتوری ترک ها والاکیا را تصرف و بر تخت نشسته بود. بچه پادشاه این سرزمین ما هستیم، پرنس این سرزمین ما هستیم، ولی برادران برای که بتونه به قدرت برسه داره از عثمانی استفاده میکنه، داره به اونا خدمت میکنه، به ما خیانت میکنه. این ته نامردیه. برادری که حتی به همسر ولدم رحم نکرد. فکر کنم زمان انتقام رسیده. تا کنون سرزمینم دوباره از من گرفته شده. تختی که تکیه زدن بر آن حق من است، اکنون در اختیار خائنین پلیدی است که آینده والاکیا برایشان اهمیتی ندارد. سوگند میخورم که این اتفاق برای سومین بار تکرار نگردد، چون جهان در جهت خواسته های من به حرکت در آمده. ما به تمام کسانی که به احیای اعتبار از دست رفته دراکول میاندیشند احترام میگذاریم و در پی آن هستیم تا کسانی که خواهان براندازی این نام هستند را از بین ببریم. بچه یه چیز جالب در مورد ولد بگم. از وقتی که همسرش کشته شده، هر چه که داریم به سمت جلوتر میریم، اون همه صداش اهریمنی تر میشه، اون همه خشم بیشتری توی صداش معلوم میشه، و فکر کنم دیگه امروز زمانش رسیده. آماده هستید روی سختنی لول بزنید؟ بریم از نزدیک یه نگاهی بندازیم. خدای من، رادو قلعه سابق ما را به شدت تقویت نموده. هولی شت، اینجا قلعه موز خندق رو ببینیم. مثلا تا حالا توی استرونگهولد لژند ندیده بودم خندق بکشه، و دیوارای دو لایه، کلی آرچر، به نظر میاد ترسناک. هستش شوالیه رو ببینیم داخل قلعه، و سربازای زیادی داره اینجا نگهبانی میده. همینطور بچه یه دونه دروازه اضافه شده، چون که نسخه جدید بازی بازی میکنیم، برای همین یه دونه دروازه هستش. ولی خب تو نسخه قدیمی بازی اینجوری نبود که اینجا تاور داشته باشه، این همه آرچر باشه. قبلا اینجا باز بود، خیلی راحت از اینجا میومدیم و بهش حمله میکردیم. به نظر میاد بچه آره، به نظر میاد یه خورده تو نسخه جدید بازی عوض شده. اینجا سربازه خیلی زیادی دارن نگهبانی میدن، همینطور این قسمت هم دوباره نگهبانای زیادی داره. اگه اینجوری باشه اینجا این همه پیاده نظام داشته باشه، فکر نمی کنم بتونیم از اینجا حمله کنیم، یا اگه از اینجا هم حمله کنیم زیاد عاقلانه به نظر نمیرسه. بچا ببین، شاید اینجا کراس بومن داره. نه من زیاد موافق نیستم از اینجا حمله کنیم. خب از اونجایی که این قسمت هم خندق داره و کلی هم آرچر بالای دیوارش هستش، نظر مثبتی هم روی این قسمت ندارم، ولی همچنان اینجا کلی آرچر داره که خب میتونه تیربارونمون کنه. ببینم سربازامون دقیقاً چیا هستن. باشه، اینا سربازای ما هستن. اگه اسم اینو استوب بزنم، خب این سربازای ما هستش. همونطور که میبینید وارلوردای ساکسون رو داریم و اژدها داریم که بعد خودش تایم داره، بعد حواسمون به تایم اژدها باشه. دو تا ومپایر داریم، یه سری سربازای ریزمیزه دیگه که هیچ کدوم به درد نمیخورن، و حس میکنم بچا شاید بتونیم با ومپایرمون یه خورده مانور بدیم. ببین اگه من بتونم اینجوری دو تا شمشیر زنو بگیرم، احتمالاً بتونم با این ومپایر بیام سراغ این آرشرا، بیام بالا سرشون و اینا اینجا خف کنم، بعدش بیام اینا اینجا خف کنم. و آره کلی آرچر هستش، فقط کافیه که بتونم به اینا برسم. البته اینجا شمشیر زن داره. نه شمشیر زنش نمیذاره برسم به اینا. ببینم اجدهامون، البته ما اینجا چند تا هم سرباز انتحاری داریم که اگه بتونم با سرباز انتحاری به شمشیر زناش برسم، خیلی راحت با ومپایرامون میتونیم یارو بگیریم برای خودمون و از سرباز خودش علیه خودش استفاده کنیم، در واقع مغز سربازاشو شستشو بدیم. به نظر ایده خوبی میاد. ولی بچه اینجا اهمیتش خیلی زیاده، سربازامون هم میدونید خیلی کمه. به نظرتون میتونیم موفق بشیم؟ نمیدونم. بیاید اول از اینجا شروع کنیم بچه‌ها. من سربازای انتحاری به ترتیب شماره 1 2 3 4 گذاشتم که دسترسی زودتری بهشون داشته باشیم، و میخوام بچه‌ها سربازا رو یه جا جمع کنم. اینا همه سربازا اینجا باشید. دوستان بچه‌ها اگه بشه با اجدهامون بیام جلو و انتحاریا رو بیارم جلو که شمشیر زناشو بزنیم. اگه بتونم شمشیر زناشو بگیرم، احتمالاً بچه‌ها با ومپایرامون یه خورده بتونیم مانور بدیم.
باید از تمام آموخته ها برای ورود به قلعه برادرتان استفاده کنید. واقعا موافقم، هم بچه شرایط بدیه و اجدامو نتونست کار خاصی انجام بده و امپایرامون داره میاد جلو. چیکار میکنی؟ بیاد عقب شوالیش رو بهمون حمله میکنه. سربازا بیاد جلو، ولاد خودش هم بیاد جلو. نمیخوام بچه ها به سربازامون اتفاقی بیفته. خب که حالت تهاجمی گرفتن و خودشون بهشون حمله کردن، داره ولادو میزنه و هم که بهش چیزی نشه. خب حالا بچه ها چیزی که دارم بهش فکر میکنم اینه که چون که شمشیر زنی بالای دیوارش نداره، احتمالاً بتونیم از امپایرامون استفاده کنیم و یه سری از سربازه خودشو بیاریم سمت ما. اینجوری میتونه خیلی خوب باشه. خب سربازا اینجا جمع بشن، سربازا اینجا جمع بشن. اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که این آرشار رو بگیریم. باید اینجا رو بتونم بگم که با آرشارش اینجا درگیر بشیم. یه خورده این قسمت احتمالاً کارمون سخت باشه. باید حواسم باشه که شمشیر زناش رو ومپایرامون رو نگیرم و حالا دیگه خودتون که میدونید. بیا جلوتر. لوردمون میاد اینجا. بذار بچه‌ها سربازا رو یه خورده پخش کنم. ومپایرامون بیاد اینجا. ببینم اوضاع چجوری. شما هم همتون حالت دفاعی بگیرید. خب یه ومپایر با من بیاد اینجا. میدونید باید این ومپایر رو زمانی ببرم جلو که شمشیر زنش پایین باشه و مشکلی برامون پیش نیاد. گفتم که الان بهترین موقع باشه. بزنید بریم دیگه. بزنید ببینیم چه اتفاقی میفته. خب برو بالا دیوار، برو بالا دیوار. گورزارام کجان؟ بیاد اینجا گورزارام. نیروی پشتیبانیمون بیان و مواظب باشن که ومپایرامون رو نگیرن. خب اینجا درگیر شید. احتمالاً بتونید بچا بیشتر آرچرشو بزنید. آره آره خوبه. خب اولین شمشیر زنو بزنن. گورزارام زیاد دمیجی ندارن. سود باش به سر، بعدش باید اینو بگیر. بیا اینجا. خب آرچرا، آرچری خود عقب باشم ببینم چه اتفاقی میفته. بی دقتش یه سری از آرچرامو زد. خب فعلا بیاد پایین. اینم بزن دیگه. اینجا شمشیر زن داره. چه وضعش؟ همه آرچرامو زد. کلا بچه برامون چهار تا آرچر مونده و خوبه که داریم اینا رو میزنیم. بنظرم بعد آرچرامو خود بیان نزدیک داره. گرزورامو میزن. عقب باشید، عقب باشید. آرچرا اینجا یه مقدار بیان نزدیکتر. خب سربازا میدونی چیکار کنید. بیاید اینجا. بذارید بچه از آرچری خودم هم استفاده کنم. اینجا احتمالا توی تیر رستش بیفتیم. یه خودم یه جلوتر. خب بچه همچنان میتونید بزنیمش. خوبه، خبر خوبیه. و شما حالت حمله بگیرید اگه با من جلو درگیر بشید. اوه داره گرزونا رو میزنه. مازه باش، مازه باش. آرچرا اینجا هم میتونم دوباره بیارم این بالا. خب سربازه زیادی اینجا داره و دوست ندارم این آرچر رو بزنم، ولی بچه‌ها حقیقتاً چاره‌ای نداریم. باید خنده رو از اینجا حذف کنم. همینطور داریم از اینجا هم میزنیم. ایول این آتیشش بچه‌ها یه خورده داره نگرانم میکنه. میبینید این که بخوایم نردبونا رو بذاریم اینجا به نظر ترسناک میاد. اگه یه بار اینا بریزن روی نردبونا همه نردبونامون میشکنه. خب یه دونه گرزدار من بیاد اینجا. ببینم بچه‌ها احتمالاً به گرزدارای زیادی نیاز داشته باشیم. ببینید زد. حالا اگه این بمیره یه گرزار دیگه هم میاد، مسئله نیسته. شما نمیزنن، نکنه توی تیر رس نیستین. خب بیاینجا، بیاینجا. به نظر این بچه نتونست بزنه اینو. خب این خبر خوبیه، این خبر خوبیه و میتونم از ومپایرام استفاده کنم که اینا رو بگیرم. همینطور این آرچرا رو اینجا بگم که تعدادشون خیلی زیاد هستش اینجا که شمشیر زنی نداره. اینا رو هم دوباره میگیریم یا نه؟ اگه بیام سمت اینا احتمالاً شمشیر زنه بیاد این قسمت. پس اینا رو باید بیخیال شم و داره به سمتمون شلیک میکنه. مواظب باش، مواظب باش. به اینجا رو وردار. نه نتونست بزنه. خب بچه ما اینجا همچنان یه دونه انتحاری داریم. این انتحاری رو میارم اینجا. قرار ازش استفاده کنم. نمیدونم که قرار ازش استفاده کنیم. خب ولی مطمئنم که قرار به دردم بخوره. سربازا بیان این قسمت. همه تون اینجا جمع بشید. چرا این قسمت رو ورد نمیداری پس؟ خندق خیلی طول میکشه ورداره و آرچرشون به سمتمون شلیک کردش. به این ورتر اینجا هم وردار که دیگه بریم بالا. یه دونه نردبوندار، یه نردبوندار با من بیاد اینجا. ببینم میتونی بذاری وردار از اینجا. بعدش بعد ومپایرها رو بیارم جلو. همه ومپایرهی که دارم یعنی دوتا بیان اینجا بیاد بالای دیوار. این هم باید چیکار کنیم؟ شمشیر زنش داره اینجا میچرخه. من خود نگران شمشیر زناش هستم. همین بچه ها یکی از ومپایرها بیاد اینو بزنه. یکی دیگه از ومپایرها بیاد اینجا. خب اوه میبینی بچه این آتیشه خورده میدونید به نظر دردناک میاد. اینجا درگیر شدم. یارم گرفتیم و پاکمناش داریم یا سمتمون. کدومتون اول رفت بالا؟ فکر کنم بچه اینه. احتمالا کار این یه خورده زودتر تمام بشه. خب زود اینجا باشید. ومپایرمون بیاد اینجا. بعد فراریش بدم هر جو که شده. فرار کن. ای بابا زدنش بدم زدن. خب دوباره این ومپایر رو بیارم پایین. به اینجا ببین بچه میتونیم سربازان بگیریم. اوه چجوری دارن بهمون شلیک میکنن. احتمالا بمیره. شوالی آورده. خب اگه اینجوری باشه، اگه شوالی آورده باشه اینجا جمع بشید. شما هم بیاد اینجا. ولد خودش اینجا باشه.
روزانم هم اینجا باشن و اینم گرفتی ایول. حالا بیا پایین ببینم میتونیم از اینا هم خورده بیاریم سمت خودم. فکر نمی کنم زنده بمونه دیگه. خب همتون اینجا درگیر شید و داریم با شوالیاشون درگیر میشه. بچه چهار تا شوالیه سنگین، احتمالا یه سری از سربازام رو از دست بدم. آرشان که دارن از اینجا شلیک میکنن، ولی خب آرشان زیادی ندارم. ولدم که نرسید. قدرتی تو بنداز اینجا، قدرتی تو بنداز اینجا. گرگما بیان اینجا. نمیتونی به پایین؟ چرا نمیتونی بیاد؟ خب اگه نمیتونی به پایین، اگه نمیتونی به پایین بینو بزن، یک تو بزن یه دونه اینجا. ما ومپایرمون مونده. میتونی اینجا فعلا باشی ببینم چه اتفاق میفته. خب یک کاشی رو میزدی. ای بابا احتمالا با آرچه ها و بچه ها بتونیم شمشیر زنش رو بزنیم. ومپایره اون اینجا مونده چرا از ترسش یه جوری گویم شده نگم براتون. خب بچه ها ای کاش میتونستم اینا رو بزنم. ببینم با اون انتحاری بچه ها به نظر تو میتونیم یه کاری کنیم؟ شاید آره، شاید با این انتحاریه بشه یه کاری کرد. خب امیدوارم آرچرام که شلیک کردن اینا بیان سمت ما، یا بهتره با ومپایرمون اینو بزنم، با انتحاری اینو بزنم. شاید اینجا سرباز رو هم کرده. خب بس آقا بس دیگه چیکار میکنم. وای نه چیکار کردن این نردبون دروی من؟ بابا چیکار میکنید شما؟ دیگه نردبون نمون که برا من. اینور همه تون اینور باشید. گرگا بیان اینجا. وای بچه ها هرچی نردبون داشتم گذاشتن که. از این ورم که داره شمشیر زنش رو حرکت میده بیا سمت ما. خب یه دونه گرگ بیاد اینجا با من. سری بردش، بعدش نردبون دورا. یه سری از نردبون دورا بیان اینجا. بدی اینجا. ببین بچه ها میتونیم از این استفاده کنیم سری. نمیذارید اینجا و بقیه سربازا سری با من بزنید بریم. اگه میتونستم برم بالا خیلی خوب میشد. بقیه نردبونا رو بذار اینجا. بیا اینجا. بودوید بالا. زود باش اینجا دون نردبون میخوام. ایول. حالا بزنید بریم پایین. انتاریون کجاست؟ سری بیاد اینجا پاکمنشو بگیره. خب بذار بچا انتاریون بیاد جلو و بزنیم سمت لردش. بگیر. نایس. بزنیم سمت لردش. ولادم خودش هم داره میاد جلو. خوبه. ای برادر نامرد، وقت انتقام گرفتن ای برادر. و برادرم بچه ملکه های برفی رو داره که دمیج خیلی زیادی دارن. بچه سربازی برامون نمون. نتونستیم بزنیمش؟ این چه وضعشه؟ خب بیاد پایین. جدا نمیشه زد؟ فرار کنید. حالا بیاد اینجا. خب یه پایین تو هم میدم بچه این دیگه آخرین شانسمون ها. اگه نتونیم انجامش بدیم این کارمون تمومه. بذارید بگم فقط فرار کن بیا اینجا. سری گرگمات اونجا استار کن. خب بزن بریم بالا. همه تون با هم دیگه بیاد اینجا. یا بعد لردشو بزنم یا لردم بمیره دیگه. بچه شانس دیگه ای نداریم. خب چرا اینو نمیزنید پس؟ آجی چه HP داره این؟ چرا نمیمیره؟ خب لرد منم داره اینجا درگیر میشه و به نظر میاد سربازای کمکیش رسیدن. آیا میتونیم بزنیم؟ این چه دوئل سختیه. دوئل سختمون با برادرمون، یا میمیریم یا میکشیمش. بالاخره لرد خودم هم احتمالاً بمیره. مرد؟ لرد کشته شد. خب بچا تبریک میگم. ولاد هم مردش، هم تونست برادرش رو شکست بده. واقعا این پیروزی عجیبی بودش. با کشتن برادرش رادو، ولد دراکول، والاکیا و ترانسیلوانیا را با هم متحد کرده و در نهایت صلحی موقت در این دو قلمرو برقرار شد. هرچند که تمایلات خونبار پرنس باعث شد تا او را به نام ولد خونخوار بنامند. او فعالیت‌های خود را برای تعلیم صلیبیون جدید علیه ترک‌ها ادامه داد. برخی معتقدند که او در دوران کهولت و در نهایت آرامش از دنیا رفت، اما برخی دیگر معتقدند که در جنگ سر وی از بدن جدا شد و در حالی که بدنش همچنان می جنگید سرش مشغول دشنام دادن بود. اما کسانی نیز هستند که معتقدند او هنوز زنده است و دست از جنگ و خونریزی بر نداشته و هنوز در جستجوی سرزمین‌های مختلف است تا الیزابت را بیابد.
خب بچه اینم از پایان ولد تاریکی یا دراکولا. واقعا این سری خیلی جذاب بودش، داستان خیلی جذابی داشتش و اینو بگم که این داستان کاملا بر اساس واقعیت بودش، اینکه این دوتا برادر با همدیگه اسیر ترکا میشن و ولد تصمیم میگیره که در راه باوراش به جنگی که میتونه موفق بشه و سرزمین های زیادی رو میگیره و برادر کوچکترش که به خاطر قدرت دست نشانده عثمانی ها میشه و حاضر میشه به عثمانی ها خدمت کنه. برام خیلی جذاب بود اینکه ولد حاضر میشه تا آخرین لحظه به خاطر باوراش به جنگه، به خاطر الیزابت، به خاطر همسرش و خیلی 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 جذاب بود. بچه اگه تعجب کرده باشید هر چه که داشتیم میرفتیم جلوتر، هر چه که از زمان مرگ الیزابت میگذشت اون همه صدای ولد عوض میشد، صدای تاریکی میدونید یه خورده صداش صدای تاریکی میزد و آره دیگه خیلی حال کردم. امیدوارم که شما خوشتون اومده باشه. اگه تونستید لایک محکم بکوبید، هر نظری پیشنهاد انتقاد داشتید تو کامنت ها بنویسید. دم همتون گرم فعلا، تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.